سلام میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان این برنامه که قسمت 29 از سری گفتارهایی است که من اسماعیل نوریالا جمعه شبها در پرشن رادیو تحت عنوان جستاری در فرهنگ‌شناسی تقدیم حضورتون می‌کنم. در 28 جلسه گذشته به 10 مبحث در مورد فرهنگ‌شناسی پرداختیم و از 5 جلسه قبل بحث ما رسید به مسئله نوآوری و نواندیشی و در نتیجه تغییر در سیستم ها و در مورد اینکه سیستم ها دارای وضع موجودی هستند و به خصوص وقتی که ما داریم فرهنگ صحبت میکنیم یعنی داریم راجع به جامعه صحبت میکنیم و زندگی اجتماعی و در داخل جامعه داریم یک سیستم اجتماعی رو مورد مطالعه قرار میدیم. به اینجا رسید بحث ما که هر سیستم اجتماعی داره یک وضع موجودی است که جمعیت زندگی کننده در اون جا رو بر حسب نوع برخوردشون با وضع موجود به چند دسته تقسیم میکنیم که 3 اردوگاه اصلی رو مورد بحث قرار بدیم. اردوگاه کسانی که از وضع موجود راضی هستند و در نتیجه میخوان اون رو حفظش بکنن و بهش میگیم اردوگاه محافظکاران، اردوگاه کسانی که معتقدند که وضع موجود رو باید اصلاح کرد چون یه چیزایش کار نمیکنه، درست نیست، اما موافق با از بین بردن و برانداختن وضع موجود نیستن، اینا رو بهشون میگیم اصلاح طلبان، و کسانی که به کل وضع موجود رو نمیپسندن و میخواهند که ساختار و سیستم رو به کل دگرگون کنن که به اونها هم میگیم دگرگونی خواهان که در داخل هر کدوم از اینها البته ما میتوانیم به طیف‌های مختلف بر بخوریم، از معتدلین گرفته تا عرض کنم که افراطیان، اصلاحگرایان معتدل، اصلاحگرایان افراطی، محافظه‌کاران معتدل، محافظه‌کاران افراطی و دگرگونی خواهان معتدل و دگرگونی خواهان عرض کنم که افراطی. بنابراین می شود یک طیفی از مردمان یک جامعه درست کرد که اینها لااقل توی 9 تا جعبه یا کاتگوری یا هر چیزی پروانه، هر چیزی که بگیم جامعه، و همشون هم موقعیت خودشون رو در ارتباط با وضع موجود هست که به دست میاد. از اونجایی که بحثایی که ما میکنیم در این حالی که من نهایت تلاشم رو میکنم که هر جلسه برای خودش استقلال و ساختمان معینی داشته باشد که کسی که رادیو رو باز میکنه یا به تماشای ویدیوی این برنامه می‌نشینه بتواند به طور مستقل از این برنامه استفاده بکند، اما در این حال به هر حال اشاراتی به گذشته های این بحث‌ها می شود که ازش گریزی نیست و به همین دلیل ما ترتیبی دادیم که به صور مختلفی بشود به برنامه های گذشته یا قسمت های گذشته این برنامه هم دسترسی داشته. کسانی که به یوتیوب دسترسی دارن ویدیوی این برنامه رو میتونن روی یوتیوب نگاه بکنن. برای دسترسی به اون برنامه کافیست که شما در قسمت جستجوی یوتیوب کلمه پویش P
UYESH رو تایپ بکنید و هدایت بشید به قسمت پویشگران، انجمن فرهنگی پویشگران در یوتیوب و در اونجا حدود 250 تا ویدیوهای مختلف از برنامه های من و خانم شکوه میرزادگی وجود داره که میتونید ازش استفاده کنید. در این حال میتوانید به سایت شخصی من بروید. هر بار من در آغاز برنامه این نحوه رسیدن به این سایت رو توضیح میدم که اگر اشخاصی جدیداً به بحث ما پیوسته باشن مطلع باشن که اگر شما در یکی از ماشین‌های جستجوی گوگل یا یاهو کلمه نوری علا رو تایپ بکنید، نوری علا، و چه به فارسی و چه به حروف لاتین که البته در حروف لاتین نوری علا با دو تا او هست، اولین مطلبی که به دست میاد پیوندی است به سایت شخصی من که به اونجا که تشریف ببرید در ستون دست راست این سایت شما لوگوی پرشن رادیو رو می‌بینید و اگر روی اون کلیک کنید هدایت میشید به آرشیو این برنامه‌ها که به سه صورت این برنامه‌ها رو به شما ارائه میده. صورت اول ویدیوست، همونی که در روی یوتیوب هم قابل مشاهده است. صورت دوم شنیدن یک برنامه است، یعنی فایل صوتی برنامه رو میشنوید. و قسمت سوم پیوندی است برای اینکه شما بتوانید یک فایل بسیار کم حجم صوتی رو در حدود 3 تا 5 مگابایت دانلود بکنید و بعدا هر جوری که بخواید ازش استفاده کنید، یعنی هم توی کامپیوترتون داشته باشید یا هم روی سی دی به اصطلاح بسوزونیدش منتقلش بکنید به سی دی و غیره، تو رادیو گوش بکنید، توی رادیو اتومبیلتون گوش بکنید یا در خانه. برنامه امروز رو بنده قصد دارم به یک بعد دیگری از مسئله تغییر که میشه اسمش رو گذاشت مهندسی تغییر اختصاص بدن، یعنی اینکه عده‌ای عالمان و آمدن تصمیم بگیرند که در داخل یک سیستم تغییر رو تزریق بکنن و این تغییر چه نتایجی رو به بار میاره. مهمترین نکته‌ای که در این مورد قابل بحث هست برمیگردد به ساختار سیستمی که ما میخواییم تزریق رو وقتی تغییر رو درش تزریق بکنیم و آمادگی اون برای پذیرش این تغییر. در گذشته ما صحبت کرده ایم راجع به این که هر سیستمی دارای اجزاء مختلفی است که بعضی از این اجزاء در مقابل تغییر مقاومت میکنن، بعضی از این اجزاء راحت تن به تغییر میدن و در واقع دریچه های ورودی سیستم برای وارد شدن تغییر محسوب میشن. مهندسی تغییر در واقع یعنی میزان اطلاع ما از چگونگی سیستمی که میخوایم تغییر رو درش ایجاد بکنیم و برنامه‌ای که بر اساس اون اطلاعات خودمون می‌ریزیم که در طی اون کار انجام بدیم. شاید در علوم عرض کنم که سخت، چون میدونید که علوم رو به دو دسته تقسیم میکنم، مثل سافت‌ویر و هاردویر، سافت ساینس و هارد ساینس هم داریم، علوم سخت و علوم نرم. علوم سخت علوم هستن که بیشتر کار لابراتواری روشون صورت میگیره و
آنچه که اتفاق میفته در داخل سیستم ها بسیار کنترل شده است. حالا که در شکل نرم این قضیه بی کنترل به اون شدت وجود نداره. مثال میزنم، ما میدونیم که الان در لابراتوارها برای کسانی که مثلا میدارن بچه دار بشن اما به دلایل فیزیولوژیک و بیولوژیک نمیتونن عمل لقاح رو انجام بدن و یا رحم زن قادر به نگهداری نطفه‌ای که از لقاح به دست میاد نیست، میان و دکترها تخمک زن و اسپرم مرد رو میگیرند و این رو در محیط های کنترل شده لابراتواری اسپرم رو هدایت میکنند که داخل اوول بشه و اوول رو در واقع حامله بکنه و نطفه به وجود بیاد. به اصطلاح این لقاح در لوله آزمایش رو. و بعدم باز در شرایط بسیار کنترل شده ای اجازه میدن که تکسلولی کثرت پیدا بکنه و بالاخره به نطفه میرسه و غیره و به زمان و میزانی از رشد برسه که این رو نطفه رو بتونن منتقل بکنن در رحم مادر و اجازه بدن که از اون به بعد در محیط طبیعی خودش رشد بکنه. خب این به خاطر اینه که اون متخصص، اون دکتر سیستم مورد نظر خودش رو میشناسه و بر اساس این شناخت دقیقی که داره برنامه ریزی میکنه برای تزریق تغییر و در این حال همواره کنترل میکنه سیستم رو که بر اساس برنامه‌ای که او در نظر داره حرکت بکنه و متحول بشه. اما در محیط‌های نرم، در علوم نرم مثل جامعه شناسی، مثل فرهنگ، مثل اقتصاد و غیره، یعنی نهادهای مختلف اجتماعی، نه اطلاعات ما اونقدر دقیق است، نه برنامه‌ریزی ما میتواند اونقدر دقیق باشد و نه کنترل ما اونقدر کارا هست که در مورد عملیات لابراتواری وجود داره. در نتیجه همیشه یک احتمالی وجود داره در مورد خطا کردن یا عدم تشخیص، عدم برنامه ریزی درست و غیره. بنابراین مسئله تطابق خواست مطلوب ما برای تغییر و واقعیت تغییر پذیری سیستمی که مورد ما نظر ما هستن، تطابق این دوتا خیلی مهمه. اگر که اطلاعات ما با واقعیت سیستم تطبیق نداشته باشه، خود به خود نتیجه که حاصل میشه یا در واقع صفر و پوچه و یا اینکه حوادث غیر مترقبه‌ای اتفاق میفته. همین این مهندسی ژنتیک در واقع که یک نمونهش مسئله ایجاد نطفه های لابراتواری است، موضوع بسیاری از داستان‌های تخیلی هم بوده و در این داستان‌ها، مثلا در داستان عرض کنم که دکتر فرانکشتاین که یک دکتری است که متخصص این کار است، تصمیم می‌گیرد که یک انسان کامل، یک ابرمرد اوبرمنش به وجود بیاره و برای این کار شروع می‌کنه اجزاء بدن و مغز آدم‌هایی رو که به نظرش کامل میان جمع‌آوری می‌کنه و سرهم می‌کنه و یه موجودی می‌سازه. به خیال خودش این موجود موجودی است که از لحاظ بدنی، از لحاظ پیکر و فیزیک و از لحاظ مغزی و عرض کنم شعور مغزی دارای عرض کنم کمال است.
و در نتیجه از اجتماع اینها ما به یک موجود کامل می‌رسیم. اما در عمل وقتی که نه اون سویچ‌ها رو می‌زنن و لابراتوار رو اون آب خلقل می‌کنه و فلان حرفا و در واقع به این موجودی که ساخته دست دکتر فرانکشتین هست زندگی و حیات می‌بخشن، موجودی که میاد بیرون یک هیولاست، یک هیولای داغون کننده و از بین برنده. چرا؟ برای که قدرت شناخت، برنامه‌ریزی و کنترل دکتر فرانکشتین بر روی موجودی که داره می‌سازه محدود بوده است. همین مسئله رو ما میتونیم در مورد مسائل اجتماعی هم صادق بدونیم. بسیاری از مواقع کسانی که دست به مهندسی تغییر در امور اجتماعی میزنن، نتیجه کارشون میتواند 100% برعکس اون چیزی در بیاد که اونها پیش بینی میکردن. پس ما یکی وضع داخلی اون سیستم رو داریم و یکی خواست خودمون رو برای تغییر دادن. اگر اینها با هم نخونن، تطابق نداشته باشن، این تغییر یا صورت نمیگیره یا به نتایج نامطلوبی میانجامه. شما فکر کنید که مثلا یک تیک پارچه رو شما بخواید آتش بزنید. خب اگر که این پارچه خیس باشه، آتش درش نمیگیره. شما تصمیم دارید به تزریق آتش به داخل این پارچه، اما این پارچه در شرایط پذیرش آتش نیست، آتش نمیگیره. و شما اگر که از این واقعیت وضعیت این پارچه اطلاع نداشته باشید، تلاش بیهوده میکنید برای آتش زدن اون. حالا که اگر که این پارچه رو بگذاریم مثلا کنار بخاری یا در تشعشع آفتاب و صبر بکنیم که این خشک بشه، هر چقدر که به طرف خشکی میره امکان اشتعالش هم بیشتر میشه. یا ما بیاییم و به این پارچه خشک مثلا مقداری هم بنزین بزنیم. خب با اولین کبریتی که میزنیم این پارچه مشتعل میشه و شعله بر میشه. یا بگیریم یک فنر. فنر، این مارپیچ فنر رو ما وقتی که بذاریم روی میز، خب این یه وضع موجودی داره که پیچ حرکتی درش اتفاق نمیفته، تغییری درش اتفاق نمیفته. اما اگر که ما این فنر رو برداریم و در داخل یک جعبه‌ای که ارتفاعش کمتر از اون فنر باشه بذاریم و درش رو ببندیم، این بستن در فنر رو فشار میاره، فنر فشرده میشه و در داخل اون جعبه آمادگی پریدن و باز شدن رو پیدا میکنه. حالا ما اگر که از وضع موجود داخل این جعبه اطلاع درست داشته باشیم، میدانیم که اگر که در این جعبه رو باز بکنیم، این فنر بیرون خواهد پرید. اگر اطلاع نداشته باشیم به در رو باز بکنیم، جا میخوریم، غافلگیر میشیم. یا اگر که اطلاع غلط داشته باشیم و فکر کنیم که این فنر در داخل این جعبه فشرده است، در حالی که ارتفاع جعبه هم از طول هم ارتفاع فنر بوده و چیزی رو فشاری رو فنر وارد نکرده، درم که باز بکنیم هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی آمادگی برای پذیرش تغییر، شرایطی که یک سیستم رو برای پذیرش یک تغییر معینی آماده میکنن، حائز اهمیت بسیار است و اطلاع از چند و چون و چگونگی این آمادگی هم عامل حیاتی و مهمی در این زمینه محسوب میشه. شاید بد نباشه که جلسه امروز رو من با طرح
چند نمونه از اوضاع اجتماعی سیاسی ایران در همین 5-6 ماهه گذشته ارائه بده و با نشون دادن داره نمونه هایی توضیح بدم که مسئله تغییر اجتماعی چگونه در این مسائل عمل کرده است. نمونه اول خود مسئله انتخابات است. انتخابات ریاست جمهوری در هر کشور جمهوری بزنگاهی برای تغییره. همین آقای اوباما در تمام مدتی که مبارزه انتخاباتی میکرد شعار تغییر میداد، چینج درست میشتن چینج، و هر سکوی خطابهی که این پشتش میستاد جلوش نوشته بودن چینج. چرا؟ برای اینکه وقتی بود که آقای بوش دو دوره ریاست جمهوریش رو به پایان رسونده بود و دیگه نمیتونست رئیس جمهور باقی بمونه و خود به خود فرمانده کل قوا و رئیس جمهور امریکا باید عوض میشد و مردم باید یه نفر دیگر انتخاب میکردن و آقای اوباما میگفت که من تشخیص دادم که این جامعه خواستار تغییره، آماده تغییره و من تعهد میکنم که اگر که من رو بگذارید در این منصب من این تغییرات رو برای شما خواهم داد. حالا که مثلا آقای مک‌کین رو میکوشیدن علی‌رغم تلاشایی که خود مک‌کین و خانم پیلن و حزب جمهوری خواه کردن که اونها هم بگویند که ما هم اهل تغییریم، اما در اون موقعیت به خصوص اونها نماینده وضع موجود بودن. حزب جمهوری 8 سال حکومت کرده بود و آقای مک‌کین هم کاندیدای حزب جمهوری بود، بنابراین هر کسی که از وضع موجود ناراضی بود خود به خود خواستار تغییر میشد و وقتی که خواستار تغییر میشد خب آقای اوباما براش جذابتر بود تا آقای مک‌کین. در مورد ایران هم این گونه مسئله پیش آمده بود، یعنی اینکه به هر حال انتخاباتی پیش آمده بود، دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به پایان رسیده بود و معمولا تا به حال همیشه در جمهوری اسلامی همه رئیس جمهورها به دور دوم هم راه پیدا کرده بودند و دو دوره خودشون رو تکمیل کرده بودند. اما به نظر می رسید که به دلیل بیکفایتی کابینه آقای احمدی نژاد میل به تغییر در ایران هم به شدت وجود داره و در نتیجه بزنگاه انتخابات بزنگاهی که می شود تغییر مطلوب خود رو درش تزریق کرد. خاطرتون باشه که وضع موجودی داریم که 3 اردوگاه هم نسبت بهش 3 تقرب یا نزدیگشت متفاوت داره. خب محافظه‌کارا که محافظه‌کارن، حاکمان عموما محافظه‌کارن، کسانی که از وضع موجود منتفی میشن، استفاده میبرن، نمیخوان وضع موجود تغییر بکنه و در نتیجه محافظه‌کارن و به نظر میرسید که هم به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد ممنوع الورود در مبارزه انتخاباتی نبود، برای اینکه دور اولش رو فقط تموم کرده بود و می توانست با انتخاب شدن به دور دوم بره، این خودش تضمینی برای حفظ وضع موجود بود و در این حال در سطح رهبری حکومت اسلامی هم میل به نگاهداری آقای احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری وجود داشت، کما اینکه حدود 7-8 ماه قبل از اینکه به بزنگاه انتخابات برسیم آقای خامنه‌ای خطاب به هیئت دولت آقای احمدی نژاد گفت که درست است که 8 ماه دیگر انتخابات صورت میگیره،
ولی شما طوری عمل نکنید که انگار 7-8 ماه دیگه میخواییم از این کار برید کنار و دیگری بیاد جاتون بگیره. شما طوری عمل بکنید که انگار میخواهید 4 سال دیگر بمانید. و بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور بودن که این حرف به روشنی نشانه آن است که آقای خامنه ای قصد دارد که آقای احمدی نژاد رو به عنوان ریاستی رئیس جمهور مملکت نگه داره. خب چه باید بکنن؟ یا باید مطمئن بشن که رأیی که داده میشه به وسیله مردم اکثریتش متعلقه به آقای احمدی نژاده، و یا اینکه باید تقلب بکنن، هر اسمی که از صندوق آرا درآمد باید تبدیل بشود به احمدی نژاد. مطالعه میکنن وضع موجود رو، مطالعه میکنن آمادگی سیستم برای تغییر رو، مطالعه میکنن و در این مطالعات خودشون به این نتیجه میرسن که اولا به خاطر نارضایتی که در مردم ایجاد شده، اگر که مردم حس بکنن که احتمال ابقای آقای احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری زیاده، اصلا زحمت این رو به خودشون نمیدن که خونه را بیفتن برن به حوزه انتخابی و رأی خودشون رو به صندوق بدازن، و در نتیجه در انظار جهانی یک رئیس جمهوری با حداقل پشتیبانی مردم انتخاب شده است، و این اصلا در شرایطی که حکومت اسلامی درش قرار داشت، مسئله اتمی، مسئله ارزکاری تحریم های اقتصادی و غیره، همش ایجاب میکرد که جمهوری اسلامی بتواند به مردم جهان ثابت بکند که از پشتیبانی مردم برخورداره، دارای پایگاه وسیع اجتماعی. آقای خامنه‌ای در هر انتخاباتی که صورت می‌گرفت، حرف اصلیش این بودش که شرکت مردم در انتخابات چه برای شورای شهر باشه، چه برای مجلس شورای اسلامی باشه و چه برای ریاست جمهوری باشه، در مرحله اول رأی دادن به حکومت اسلامی ولایت فقیه. و درست هم میگفت، به خاطر اینکه شما باید اول این قانون اساسی رو قبول داشته باشید، این منصب ولایت فقیه رو قبول داشته باشید که رئیس جمهور از طرف شورای نگهبان اول باید انتخاب بشه و بعد بروید رأی بدید، و وقتی که رأی میدید یعنی همه اینا رو قبول دارید، و یعنی رژیم و سیستم رو قبول دارید. بنابراین در واقع برنامه ریزان حکومتی در ایران با دو تا مسئله مختلف روبرو بودن که باید با یک جواب حلش میکرده. یکی این که اطمینان حاصل کنن که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور باقی خواهد ماند، و دیگری این که حد اکثر رای دهندگان از خونشون میان بیرون و میرن پای صندوق های رای. بنابراین گفتن که ما میاییم یک وضعیت شبه آزادی رو در این انتخابات ایجاد میکنیم. درسته شورای نگهبان هست و فقط به کسانی اجازه میدهد که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد مبارزه اجتماعی بشوند، مبارزه انتخاباتی بشوند، که از سرند شورای نگهبان رد میشن، دارای سابقه وفاداری به سیستم هستند و غیره و غیره که میدانیم. اما در این حال این کاندیداهایی که در مقابل آقای احمدی نژاد قرار است قد علم کنند، باید مبشر تغییر باشند، باید متفاوت باشه برنامه هاشون و تبلیغاتشون با آنچه که آقای احمدی نژاد میبیند، که بتواند خود انتخابات رو، تنورش رو گرم بکنه و برای مردم جاذبه ایجاد بکنه. در نتیجه ستن آقایان موسوی، کروبی و رضایی که هر سه
از ارکان این رژیم بودن تا حالا انتخاب شدن که بیان و در مقابل آقای احمدی نژاد سفارایی کنه و از سوی دیگه برنامه به سبک امریکایی‌ها مناظره انتخاباتی هم گذاشتن و آزادی دادن به کاندیداها که بیان و هر چی دلشون میخواد نسبت به همدیگه بگویند. کاندیدای حکومت یعنی آقای احمدی نژاد علاوه بر این که به کاندیداهای روبروی خودش حمله میکرد، بسیاری از مسائل دیگر مبتلا به آقای خامنه‌ای و رژیم رو هم سعی کرد توی این مسائل حل و فصل بکنه، از جمله مثلا زدن آقای رفسنجانی و خانوادش که حالا اون یه بحث فرعی است. پس گفتن که ما مبارزه انتخاباتی شبه آزاد ایجاد میکنیم، به کاندیداها اجازه میدیم به وضع موجود به شدت حمله بکنن، به احمد نژاد حمله بکنن، اما شب انتخابات که شد کاری به این نخواهیم داشت که از صندوق آرا چی در خواهد آمد. ما اعلام میکنیم که احمدی نژاد انتخاب شد. بنابراین وزیر کشور رو تغییر دادن، ساختار اساساً رأی‌گیری و حوزه های رأی و نظارت بر حوزه های رأی رو تغییر دادن، از آدم های خودشون پر کردن، آدم های خودشون رو مجهز کردن به اینکه یا در واقع تعلیم دادن که چگونه باید عمل بکنند و غیره. اما یک مسئله دیگر هم این وسط وجود داشت که باید بهش پاسخ میدادن و اون اینی که وقتی ما در مردم این توقع رو ایجاد کردیم که میتوانند بیایند و یکی از این چهار نفر رو که ما انتخاب کرده ایم انتخاب بکنن، اگر که انتخابی که ما میکنیم با انتخاب اونها متفاوت از آب در بیاد، با واکنش این مردم چه باید بکنیم؟ این تیکه از برنامه ریزی حکومت بود که به نظر من خطای عمده ایجاد کرد، به این معنی که حکومت برگشت به گذشته و مواردی در گذشته رو مورد مطالعه قرار داد که کاندیدای مطلوب مردم از صندوق بیرون نیامده، کاندیدای اصلاح طلبی که میخواهد سیستم رو اصلاح بکنه از صندوق بیرون نیامده، اما مردم هم عکس العمل خاصی نسبت به این قضیه نشون ندادن و حد اکثر اکسل عملی هم که نشون دادن میگه پای صندوق های رای نرن و یا اینکه برن تو خونه هاشون و دوچار یأس و سرخوردگی و غیرشن، هروئین بکشن، نمیدونم معتاد شن و دپرسیون بگیرن و غیره. انتخابات انجام شد، یک ماه جشن و سرور و مبارزات انتخاباتی و برخوردهای شدید بین کاندیداها انجام گرفت و حکومت موفق شد 80% صاحبان حق رأی رو پای صندوق‌ها بکشه، یعنی 40 میلیون ایرانی رفتن به پای صندوق‌های رأی و این خواست حکومت رو که به مردم دنیا نشان بدهد که این مردم اول سیستم اعتقاد دارن و سیستم رو قبول دارن که آمدن تو انتخابات شرکت کردن جواب مثبت داد. اما وقتی که حکومت قسمت دوم سناریوی خودش رو اجرا کرد و پیش از اینکه آرا اصلا شمارش بشه، شورای نگهبان به صحت و سقم انتخابات رسیدگی بکنه، خود آقای رهبر همون نصف شبی عرض کنم که اعلام کردش که احمدی نژاد رئیس جمهور شده و بهش تبریک گفت و انتظار این بودش که فردا صبح آب از آب تکون نخوره. اما چون حکومت پیش بینی نکرده بود که
میزان فشردگی فنر در داخل این جعبه به چه حد رسیده است و این فنر تا چه حد قابلیت باز شدن و پریدن رو داره. روز 23 خرداد ما شاهد تظاهرات میلیونی رای دهندگانی بودیم که آمدن به خیابان و فریاد برآوردند که موسوی رای ما را پس بگیر. برای حکومت این عکس العمل غافلگیر کننده بود. روی این جریان این گونه حساب نکرده بودند و به همین دلیل یک هفته طول کشید تا اینکه آقای خامنه‌ای در نماز جمعه ظاهر بشه و در خطبه این نماز سیاست حاکمان محافظه‌کار مملکت رو اعلام بده. یک هفته، هفته سرگردانی بود، هفته جاخوردگی بود، هفته غافلگیر شدن. خب این از کمپ یا اردوگاه اصولگرایان یا محافظه‌کاران، اما در اردوگاه اصلاح طلبات چی؟ اصلاح طلبات از روز اول وقتی که با بزنگاه انتخابات روبرو شدن و با مسئله تزریق تغییر در سیستم اجتماعی سرکار پیدا کردن، برداشتشون چی بود؟ اطلاعاتشون از وضعیت داخل جعبه چی بود؟ چه برنامه ای رو ریختن و چگونه عمل کردن؟ اصلاح طلبا به نظر من حرف آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان رو باور کردند که برای اونها فرقی نمی کند که از بین 4 نفری که شورای نگهبان انتخاب کرده و خود به خود موافقت رهبر هم باهاش هست، کی از صندوق بیرون میاد. و خواست حکومت بیشتر جلب مردم است به پای صندوق ها و بالا بردن دوزاج یا میزان مشروعیت خودش در سطح بین المللی. بنابراین اصلاح طلبا با جون و دل تو این بازی شرکت کردن، تمام توان خودشونو گذاشتن برای اینکه تنور انتخابات داغ بشه. از بیشترین فرصت هایی که حاکمان برای اونها فراهم کرده بودند استفاده کردن برای حمله کردن به وضع موجود و به دولت احمدی نژاد و به خیال خودشون جلب آراء مردم برای اینکه بتوانن حکومت اصولگرا رو کنار بزنن و حکومت اصلاحگرا رو دو مرتبه به سر کار بیارن. حالا اگر که خاتمی به سر کار نمیاد مجددن، موسوی آماده است که به عنوان اصلاح طلبی که خودش رو اصولگرا هم میداند بیاید و سوار خر مراد شود. در نتیجه در قسمت اول سناریوی حکومت اصلاح طلبا دوشادوش محافظه‌کاران عمل کردند و تلاش کردند که حد اکثر ممکنه آراء رو در انتخابات در صندوق ها ریخته بشه. برای کار خودشون یک دلیل دیگه هم داشتن و اون این بود که 4 سال پیش هنگامی که دومین دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی به پایان رسید و اونها دکتر معین رو از یک سو و رفسنجانی و کروبی رو از سوی دیگه به عنوان کاندیداهای غیر اصولگرا یا غیر حکومتی به میدون آوردن و مردم در انتخابات اصلا شرکت نکردن به خاطر اینکه زده شده بودند از 8 سال اصلاح طلبی آقای خاتمی، به این نتیجه رسیده بودند که تنها شرطی که بتونن از این فرصتی که حکومت براشون فراهم کرده
استفاده کنند و مجددن قدرت رو به دست بگیرند و ابزار قدرت رو از دست احمدی نژاد و اصولگرایان در واقع نظامی انتظامی بیرون بکشند، آن است که بیشترین مردم بیان در انتخابات شرکت کنند. اگر در انتخابات گذشته احمدی نژاد با 11 میلیون رای تونسته بیاد بالا، اگر که هر کدوم از کاندیداهای اونها چند میلیونی بیشتر از اون 11 میلیون که رأی قطعی احمد نژاد از نظر اونها بود بتونن بیارن، احمد نژاد از صحنه بیرون کردن. بنابراین تمام تلاششون رو باز گذاشتن برای اینکه مردم بیایند و در انتخابات شرکت کنن. اما شب انتخابات که رسید و آقای موسوی حتی مصاحبه مطبوعاتی گذاشت و اعلام کرد که من رئیس جمهورم و تا همین حدی که آرا خونده شده من بسیار پیش هستم از احمدی نژاد، اما آقای رهبر صبح نشده به احمدی نژاد تبریک گفت. در نتیجه تمام برنامه ها و نقشه های اصلاح طلبان نقشه براب شد. آنها زحمت خودشون رو کشیده بودن، تلاش خودشون رو کرده بودن، میلیون ها آدم رو پای صندوق های رای آورده بودن. این میلیون ها رای در واقع به سیستم آقای خامنه ای ولایت فقیه رای رو داده بودن، اما اون تیکش که انتظار می رفتش که آقای موسوی، آقای کروبی از صندوق بیان بیرون، تحقق پیدا نکرد و آقای احمد نژاد آمد بیرون. پس برنامه ریزی اونها پوچ از آب در آمده بود. اما اونها هم فردای اون روز مثل محافظه‌کاران در مقابل عکس العمل پیشبینی نشده مردم غافلگیر شدن، جا خوردن و اونها هم یک هفته ای وقت داشتن تا بتونن حواس خودشون رو جمع جور کنن و ببینن که چگونه میتوان از این موج میلیونی مردم که آمدن به خیابانها استفاده کرد. حکومت هم وارد این فاز شده بودش که باید در همین زمینه چه باید بکنیم. پس دو تا اردوگاه تا اینجا غافلگیر شدن و یک هفته ای رو دارن برای اینکه چه باید بکنن در مقابل این حادثه غیر مترقبه به سر می‌برن. می‌رسیم به اردوگاه سوم که اردوگاه دگرگونی خواهانی و من هم خودم رو جزء اونها می‌دونم و در بحث‌های درباره موضع‌گیری دگرگونی خواهان هم شرکت فعال داشتم. اعتقاد دگرگونی خواهان این بود که از آنجا که تجربه دوران خاتمی نشان داده است که اصلاح طلبان حتی اگر به حکومت برسند، حتی اگر ریاست جمهوری و مجلس شورا هر دو تا یا دو تا قوه سه تا قوه رو در دست داشته باشن، نمی توانند در مجموعه حکومت ولایت فقیه تغییری اصلاحی ایجاد بکنند. در نتیجه تلاش اصلاح طلبان فقط منجر به این خواهد شد که یک بار دیگر مردم رو امیدوار بکنند اینها بیان پای صندوق و به نفع جمهوری اسلامی رأی بدن. حالا چه احمدی نژاد از صندوق بیاد بیرون، چه موسوی از بیاد بیرون، در عمل ممکنه که موسوی کمی کار رو سخت‌تر بکنه، اما بالاخره ما تجربه خاتمی رو داریم و اینکه بعد از 8 سال بیاد بگه که من تدارکچی رهبر بودم کاری ازم بر نمی اومد. موسوی هم قطعا به همین سرنوشت دوچار می شود. بنابراین تشخیص دگرگونی خواهان این بود که اساساً شرکت در این انتخابات
تغییری که ایجاد نمی کنه هیچی، وضع موجود رو تثبیت شده تر و قطعی تر هم می کنه. و بنابراین رأیشون رأی بر تحریم انتخابات بود. می گفتن شما مردم که آماده شورش و قیام و اینها نیستید، میرید رأی میدید، حکومت رو ابقا میکنید، اما فردا وقتی که با آمدن احمد نژاد جا خوردید یا با عدم کفایت موسوی ناامید شدید، روز از نو روزی از نو فقط بقای حکومت رو در دید بین المللی به خصوص زیادتر و طولانی تر کردید. پس چه کاریه؟ چرا برید رأی بدید؟ نرید تو خونتون بمونید و رأی ندید. این دسته سوم هم مثل اون دو دسته دیگر غافلگیر شدن. غافلگیریشون اما این بود که برخلاف دفعات گذشته روز 23 خرداد دیدن که مردم به صورت میلیونی آمدن توی خیابون و دارن تظاهرات میکنن. تصور دگرگون میخواهان و برنامه آنها این بود که بتونن مردم رو مایوس بکنن، انتخابات رو تحریم بکنن، در نتیجه مشروعیت رژیم رو در سطح بین‌المللی کاهش بدن تا فشارهای بین‌المللی بتونه رژیم رو از بیرون و البته کمکاری و مقاومت منفی مردم هم در داخل از پا در بره. اما با کمال تعجب روز 23 خرداد دیدن که میلیون ها مردم ریختن بیرون و میگویند که رأی مرا پس بده. به این ترتیب هر سه اردوگاه اطلاعاتشون از وضعیت داخل جعبه و میزان فشرده شدن فنر داخل جعبه کم بود. برنامه‌ریزی هم که بر اساس این اطلاعات کم و حداقلی داشتن برنامه‌ریزی غلطی بود و در نتیجه هنگامی که تغییر تزریق شد به پیکر این سیستم، عکس العملی که پیکر از خودش نشون داد برای همه آنها غافلگیر کننده بود. در واقع هر سه اردوگاه همون تجربه دکتر فرانکشتین رو از سر گذروندن و حال با هیولایی روبرو شدن که باید براش چاره بیندیشن. هیولا از نظر محافظه‌کاران 100% باید از بین میرفت. قول مردم که برخواسته بود باید از پا در میامد. از نظر اصلاح طلبان بهتر آن بود که این قول کنترل بشه و تحت فرمان اونها در بیاد که بدون این که به کل سیستم آسیب زده بشه اونها بتونن بیان جانشین احمدی‌نژاد بشن. و دگرگونی خواهان این قول رو قول زیبا می‌دیدن، قولی که 30 سال بود انتظار برخواستنش می‌رفت، بیدار شدنش از خواب می‌رفت و این که باید کاری کرد که این قول در مقابل محافظه‌کاران بایسته و گول اصلاح طلبان رو نخوره و در راستای دگرگونی سیستم عمل بکنه. آقای خامنه‌ای در نماز جمعه بعد از انتخابات سیاست سرکوبگرانه رژیم خودش رو اعلام کرد. باز نشسته بودن، حساب کرده بودن و بر اساس تزی که همیشه آقای خامنه ای داشت و اساساً در ذهن حاکمان مذهبی وجود داره، حاکمان ایدئولوژیک وجود داره، تصمیم گرفته بودن که از طریق سرکوب شدید مردم رو بترسونن و برگردونن به خونه هاشون. پس
برنامه ریزیشون این بود که بسیج رو بیارن، پاسدارا رو بیارن و نیروهای انتظامی رو و مردم رو سرکوب کنن و کردن، زندانی کردن، شکنجه کردن، تجاوز کردن، کشتن، توی خیابون کشتن. اما این غول برخلاف انتظار آنها از پا در آمد، در نیامد. به این معنی که اینجا هم باز اونها میزان فشردگی این فنر رو در نیافته بودند. این که یک مردمی به مرحله ای رسیدند که دیگر حاضرن خون بدن، جان بدن، شکنجه بشن و دیگه تحمل وضع موجود و آقای احمدی نژاد رو نکنن. بنابراین حکومت با غافلگیری دوم روبرو شد و از اون به بعد تا به حال مرتب در فکر این هستش که چه آلترناتیوی برای سرکوب پیدا بکنه که بتونه کارا باشه. اصلاح طلبا با شروع سرکوب به کل آچمز شدن و کاری از دستشون برنمی آمد. میمونه دگرگونی خواهان که به نظر من به علت اشتباه محاسبه آن دو نفر نسبت به اینکه مقاومت مردم چگونه خواهد بود، بیشترین برد و دگرگونی خواهان کردند. به خصوص بخشی از دگرگونی خواهان که سکولار هستند، خواستار حکومت سکولار هستند. چرا؟ چون ما یه دگرگونی خواهانی داریم مثلا مجاهدین که میخوان که دگرگون بکنن سیستم، اما میخوان یه حکومت اسلامی دیگر رو بیارن جانشینش بکنن. یا ما دگرگونی خواهان کمونیست رو داریم که میخوان این سیستم رو در بیاندازن، اما سیستم کمونیستی خودشون رو، ایدئولوژیک خودشون رو بیارن جانشین میکنن، روز از نو روزی از نو. در حالی که دگرگونی خواهان سکولار میگوین که ما اصلا نباید اجازه بدیم که ایدئولوژی و مذهب بیان در حکومت دخالت بکنن. حکومت باید در خدمت همه مردم و در خدمت همه عقاید، ایمانها، باورها و مکاتب و عرض کنم که مذاهب باشه. باید آزادشون بذاری که هر کاری دلشون میخواد بکنن، هیچ مذهبی رو بر مذهب دیگه توافق نده. به نظر من این روزها روزهای پیوستن گروه گروه مردم مبارز ایران به صفوف دگرگونی خواهان و به خصوص به بخش سکولار دگرگونی خواهان است. مسلمانان از این که به نام اسلام در زندان ها حتی به پسران تجاوز میکنن منزجر شدن و وقتی که به حرف سکولارا گوش میکنن میبینن که سکولارا که نمیخوان مذهب رو از بین ببرن، نمیخوان دین اونا رو از اونا بگیرن، بلکه میگوین که ما میخواهیم که یک چتر حمایتی بر سر همه بگذاریم، شما هم آزاد باشید که دین خودتون رو داشته باشید و نیایش خودتون رو بکنید. و غیر مسلمان ها هم اگر توهمی نسبت به اصلاح پذیری حکومت اسلامی داشتن، متوجه شدن که این توهم تحقق ناپذیر است. در نتیجه احساس قلبی من آن است که الان توپ توی زمین دگرگونی خواهان سکولار است و همه چیز بستگی به نوع درک آنها از وضعیت و برنامه‌ریزی آنها برای هدایت این قضیه داره. بحث این هفته من در اینجا به پایان میرسه و تا هفته آینده برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنم.